سلام به شما دوستان عزیز، همراهان، همزبانان و هموطنانی که بیننده این برنامه هستید. من فریدا صبا هستم و برنامه دهکده جهانی رو به شما تقدیم میکنم. در برنامه امروز بخش دوم گفتگو با دکتر حسین موسویان، رئیس هیئت اجرایی جبهه ملی ایران، تهران. من یقیناً موافق هستم با مذاکره و ملاقات، و امروز جامعه بشری احتیاج به اخلاق مداری داره و احتیاج به رفتار انسانی داره و مذاکره بین دولت‌ها و بین کشورها که اختلافی بینشون هست یک حرکت انسانی و صحیح هست. گوشه هایی از بخش اول گفتگو با دکتر حسین موسویان. یکی از لوایحی هم که داده بودن لایحه قصاص بود، بنابراین ما مردم رو فراخوان کردیم برای اعتراض به این لوایح به خیابون بیان و فریاد اعتراض خودشون رو بلند بکنن، و بعد برای اینکه جبهه ملی رو از صحنه بیرون بکنن فقط اون یه لایحه قصاص رو مطرح کردن و اون رو خلاف شرع وانمود کردن و اون حکم رو، اون گرز ارتداد رو بر سر جبهه ملی ایران کوبیدن. گفتیم که جمهوری اسلامی کارنامه مردود در اختیارش هست، در دستش هست، و برای اینکه کشور از این بحران‌های عدیده که بهش دچار شده نجات پیدا بکنه باید هیئت حاکمه چند گام برداره، و این گام‌هایی رو که باید برداره در سه محور خلاصه کردیم. بله. در گام اول گفتیم که هیئت حاکمه باید با ملت ایران آشتی جویانه برخورد کنه و از خشونت با مردم دست برداره. بله. و برای شروع خودداری از خشونت پیشنهاد کردیم که تمام زندانیان سیاسی رو در سراسر کشور آزاد کنه و هزاران خانواده رو که نگران فرزندانشون هستن توی زندان‌ها از این نگرانی برهاند. ماجرای حمله به سفارت آمریکا و گروگانگیری بود. بله. که گفتیم این حرکت هم حیثیت و شأن تاریخی ملت ایران رو به عنوان یک ملت متمدن با فرهنگ غنی زیر سوال برد و هم موازین دیپلماتیک بین المللی رو زیر پا گذاشت و کلن عمل ناشایستی بود که صورت گرفت، و نتیجهش این شد که میلیاردها دلار ذخایر پولی ایران که متعلق به این ملت بود بلوکه شد و از بین رفت، بعدم روش حساب سازی شد و بین رفت، و بعدم چراغ سبزی به صدام حسین دیکتاتور عراق نشون داده شد که به ایران حمله بکنه و اون جنگ 8 ساله به ایران تحمیل شد، جنگی که شاید میلیون نفر از جوانان این کشور
کشته یا معلول شدن و به گفته رئیس جمهور گذشته 1,000 میلیارد دلار خسارت مالی هم به ایران وارد کرد. دکتر موسویان، آیا پس از تظاهرات 25 خرداد نبود که فعالیت‌های جبهه ملی به نوعی متوقف شد حداقل در دهه 60؟ باید خدمتتون عرض کنم که خوشبختانه در این مشکلی که برای جبهه ملی پیش آمد، بله، فعالیت‌های جبهه ملی متوقف نشد، محدود شد، بله، ولی متوقف نشد. بله. خب چند تن از سران جبهه ملی ناگزیر شدن از کشور خارج بشن. بله. آقای دکتر مهدی آذر که رئیس هیئت اجرائیه بودن و آقای دکتر سنجابی که رئیس هیئت رهبری بودند، آقای حاج قاسم لباسچی که عضو هیئت اجرائیه بودند و چند تن از اعضای شورای مرکزی، اینا از کشور خارج شد و تعدادی از اعضای هیئت اجرائیه مجبور شدند که مخفی بشن برای اینکه در معرض بازداشت قرار داشتن. بله. و متاسفانه چند تنی هم بازداشت شدن و زندان‌های 2-3-4 ساله رو پشت سر گذاشتن، ولی تشکیلات جبهه ملی به صورت محدود کارشو ادامه داد. بله. کارشو ادامه داد و طی اون سال‌های دهه 60 نشریات مهمی از جبهه ملی منتشر شد و در روزهای 14 اسفند که روز درگذشت شادروان دکتر محمد مصدق هست، همون تشکیلات محدود با تعدادی اتوبوس به احمد آباد می رفتن و اونجا ادای احترام می کردن و گل می گذاشتن. و مراسم دیگری که مربوط به ملیون میشد، مثلا 19 آبان سال روز در گذشت دکتر فاطمی در ابن باوی حضور پیدا میکردن و جبهه ملی کاملا ساکت و متوقف نگردید. تا البته باید اشاره بکنم که سال 64 در تابستان سال 64 ما توانستیم یک جلسه شورای مرکزی هم تشکیل بدیم. بله. و در اون جلسه که شاید 3-4 ساعت هم طول کشید راجع به شرایط سیاسی کشور بحث و تبادل نظر بکنیم و همونجا در نهایت تصویب شد که تا زمانی که جنگ عراق علیه ایران پایان نیافته، جبهه ملی باید کار تشکیلاتیش رو فقط ادامه بده و کار سیاسی و موضع‌گیری سیاسی بر علیه دولت و حاکمیت که در حال جنگ هست با یک متجاوز خارجی انجام نده و همین سیاست تا پایان جنگ ادامه پیدا کرد. بعد از جنگ یواش یواش اعضای شورایی که در ایران مونده بودن کنار هم جمع شدن و بالاخره سال
71-72 شورای مرکزی توسط شادروان ادیب برومند دوباره تشکیل شد و تونست هیئت اجراییه انتخاب بکنه و هیئت اجراییه 6 نفره متشکل از آقای ادیب برومند، آقای علی اردلان، بنده حسین موسویان، آقای دکتر ورجاوند، آقای حسن لباسچی تشکیل شد و کار رو دنبال کرد و بالاخره ما در سال 82 موفق شدیم که منتخبین سازمان‌های جبهه ملی ایران در تهران و منتخبین شهرستان‌ها رو دور هم جمع بکنیم و پلنوم اللهیار صالح رو، پلنومی که تحت نام اللهیار صالح نامیده شد، تشکیل بدیم و شورای مرکزی 35-6 نفرمون رو در پلنوم انتخاب کنیم و فعالیت جبهه ملی ادامه پیدا کرد. پلنوم بعدی باز قصد داشتیم در سال 90 تشکیل بدیم که با ممانعت و جلوگیری دستگاه های امنیتی اطلاعاتی حکومت روبرو شدیم و از تشکیل مجدد پلنوم باز ماندیم. الان هم مدت ها شاید 2-3 سال هست که امکان تشکیل شورای مرکزی رو ما نداریم و هر جایی که قرار میشه که جلسه شورای مرکزی تشکیل بشه اون به اصطلاح میزبان رو فرا میخوانند و تهدید میکنن و بهش اخطار میدن و میگویند که دعوت رو باید لغو بکنیم و جلسه نباید تشکیل بشه و ما در این شرایط در داخل کشور به سر میبریم. سازمانی که خانه سیاسی دکتر مصدق هست و 60 و چند سال از تشکیلش میگذرد، ما نه روزنامه داریم نه محل تشکیلات میتونیم داشته باشیم، نه میتونیم اجتماعی برگزار بکنیم و جلسه شورای مرکزیمون هم دچار این مضیقه هست. و شما اطلاع دارید که در بهمن ماه پس از اون خیزش هایی که در ایران در دیما اتفاق افتاد، ما به طور رسمی به ریاست جمهوری نامه نوشتیم و از دولت خواستیم که هر محلی رو که تعیین میکنه مشخص بکنه که ما از مردم دعوت بکنیم در یک گرد همایی و مواضع خودمون رو به گوش مردم برسانیم. متاسفانه باید بگم این هم یکی از فرصت سوزی های دولت جمهوری اسلامی بود که فرصت این که یک سازمان سیاسی ریشه دار بتواند مردم را دعوت بکنه و فضای سیاسی کشور از تلاطم و خشونت خارج بشه و یک گرد همایی قانونمند و مدنی تشکیل بشه، از این هم جلوگیری کرد. بله. فکر میکنید به چه دلیل سختگیری ها بر جبهه ملی بیش از گروه های دیگری هست و گروه های دیگری که الان میتونن فعالیت کنن، گروه های سیاسی مثل شنیدم گروه پان ایرانیسم، به جهتی آزادتر هست، فکر میکنید دلیلی که بر جبهه ملی سختگیری بیشتری میشه و محدودیت بیشتری ایجاد میشه چیست دکتر موسویان؟ دلیل موجهی ما پیدا نمی کنیم. این رو باید از خود دستگاه حاکمه بپرسید. بله. شاید به این دلیل است که جبهه ملی سازمان محبوبی هست در نزد شخصیت‌های مرجع ملت ایران، سازمانی که کارنامه درخشان ملی کردن نفت رو در کارنامه خودش داره و سابقه حکومتی داره، حکومت دکتر محمد مصدق با اون خدمات بزرگی که به کشور کرد، در حقیقت سازمانی حکومتی است که حکومت جبهه ملی ایران باید تلقی بشه و به علت این سوابق روشن و این در حقیقت مشروعیت و مقبولیتی که
در نزد مردم داره شاید که ممانعت به عمل میارن، و این در حالی که گروه های مختلفی که ارتباطات با سیاست های خارجیشون روشنه و از افکارشون جز نوعی خودمحوری و استبداد و دیکتاتوری به رنگ دیگه دیده نمیشه، آزادن و رسانه های متعدد در اختیارشونه و از نظر مالی امکاناتی در اختیارشون گذاشته میشه. اینها آزاد هستن، ولی هیئت حاکمه جمهوری اسلامی این درایت و عقلانیت رو نداره که یک گروه پاک و به اصطلاح بدون ارتباط رو و سالم رو که جز میهندوستی و اعتلاع کشور هدف دیگری نداره این شکلی ازش ممانعت به عمل میاره و از فعالیتش حتی فعالیت محدودش جلوگیری. بله، شاید به علت این هستش که اولین و مهمترین گروه سیاسی است که در تاریخ سیاست ایران واقعا جبهه ملی به اذعان بسیاری جبهه ملی هست، و شاید به علت جایگاهی که در میان ملت ایران داره خطر بزرگی برای خودشون شاید میبینن. شاید همینطور باشه. به هر صورت جبهه ملی خانه سیاسی دکتر مصدقه با اهدافی مثل آزادی، استقلال، رعایت حقوق بشر و عدم وابستگی به سیاست‌های مختلف جهانی، به قدرت‌های جهانی، جدایی دین از حکومت و پاسداری از فرهنگ و زبان ملی ایران به فعالیت خودش ادامه خواهد داد. اجازه بدید من حالا وقت شما رو هم زیاد گرفتم، اجازه بدید از شما به عنوان رئیس هیئت اجرایی جبهه ملی سوالی داشته باشم در ارتباط با تحریم ها. سوال من این هستش که آیا به نظر شما تحریم های اقتصادی میتونه برای کشوری موجب دموکراسی بشه؟ تحریم که به خودی خود موجب دموکراسی نخواهد شد، و تنگناهای اقتصادی پیش خواهد آورد. تنگناهای اقتصادی که به هر حال کسانی که این تحریم رو اعمال میکنن فکر میکنن که برای حاکمیت هست، در حالی که اینطور نیست، برای همه ملت به وجود میاد. و منتها مشکل این است که حاکمیت جمهوری اسلامی اگر سوء سیاست و سوء رفتار نداشته باشه چنین تحریم هایی نباید پیش بیاد، باید جلوگیری بکنه از بروز این تحریم ها، همونجور که در مذاکراتی که منتهی به برجام شد حرکتی انجام شد و تحریم ها برداشته شد. بله. و میلیاردها دلار از پول ملت ایران که لوکه شده بود آزاد شد. باید همون سیاست اعتدال و روابط محترمانه و با احترام متقابل با تمام دنیا در پیش گرفته می شد، و این تضادها و دشمن تراشی های بیهوده جز اینکه ضرر و زیان برای کشور داشته باشه و از اعتلا و شکوفایی ایران چه از نظر اقتصادی چه از نظر سیاسی جلوگیری بکنه هیچ نتیجه دیگری نداره. و این تحریم ها در حقیقت دو طرف داره، که یک طرفش هیئت حاکمه جمهوری اسلامی است که سوء سیاست داره و سوء رفتار داره و دست بر نمی داره از کارهایی که موجب این تصمیم های شدید بر علیه کشور میشه. و شما میدونید که در همون رفع تحریم ها و امضا شدن قرارداد برجام دولت
صحبت از برجام دو و سه و رفع تنش بیشتر و غیره ذالک کرد که در همون حال دو تا موشک با چهار نویسی که روش شده بود پرتاب شد و همه چی رو واژگون کرد و نذاشت که گام های مثبتی در راه تعدیل و تأثیر سیاست خارجی برداشته بشه. بله. سپاسگزارم از جوابی که دادید. در همین راستا مایلم نظرتون رو بدونم در مورد ملاقات آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با آقای حسن روحانی. نظر شما چیست؟ آیا موافقید در اجلاس مجمع عمومی که انجام نشد با وجود اینکه آمریکا بارها درخواست کرده بود، اما اگر پس از این امکانی پیش بیاد نظر شما در این مورد چی هست؟ من یقینا موافق هستم با مذاکره و ملاقات و امروز جامعه بشری احتیاج به اخلاق مداری داره و احتیاج به رفتار انسانی داره و مذاکره بین دولت‌ها و بین کشورها که اختلافی بینشون هست یک حرکت انسانی و صحیح هست. ما شاهد بودیم که در سالهایی که جنگ بین آمریکا و ویتنام وجود و ویتگونگ ها سربازان آمریکایی رو به شدیدترین شکلی شکنجه میکردن، با پا به درخت ها آویزون میکردن و پوست سرشون رو میکندن و آمریکایا بمب های آتشزا رو سر نیروهای ویتگونگ میریختن. با وجود این شرایط که اینها درگیر یک چنین جنگ شدید و جنایتکارانه بودند، طرفین هیئت‌های مذاکره کننده ویتگونگ و آمریکا در ژنو روبروی هم میشستن و مذاکره کردن و سعی میکردن که نظراتشون رو به هم نزدیک بکنن. بنابراین مذاکره در دنیای سیاست امروز امری صحیح و درسته و کاریست که باید انجام بشه و خودداری از مذاکره هیچ وجه صحیح و درستی نداره. سپاسگزارم از پاسخ شما و امیدوارم که باز هم به ما فرصت بدین که در خدمت شما باشیم و از نظراتتون استفاده کنیم. خیلی ممنونم جناب دکتر موسوی. بسیار متشکرم. شاد و پیروز و موفق باشید. من در خدمتتون خواهم. ممنون و سپاسگزارم مجددا. There's a beautiful country called Persia. It's the land of poets and history. Perfumes, spices, and mystery. It's where the earth first met the sun and the love begun. Then hope filled the heart and always stayed around. This is how the story begins, with a brave and righteous king, creator of the best human rights, laid a peaceful soul. The first to set his people free and let them pray, God, however it may be. Throughout his empire, he banned slavery with the hope of wiping it off. Thousands of years
that his time has passed. Persia has shined through and will forever last. For his wisdom remains, keeping this land all alive like a star far in the sky. خب امیدوارم که از گفتگوی این هفته استفاده کرده باشید. با تشکر از شما که بیننده این برنامه بودید و همچنین با سپاس از کلیه همکاران در این سو و آن سو، تا وقتی دیگر و دیداری دوباره، بدرود و بادرود.